نیکی محجوب همکارم اینجا با من همراه است تا کمی در همین رابطه گفتگو کنیم. نیکی، واکنش ها چه بودن؟ واکنش های مقامات به این موضوع بیشتر توضیح میدید در این رابطه؟ ببین، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته اصل 90 ورود کرده، قراره برن زندان اوین، ولی نگفته کی. نکته ای که وجود داره اینه که بازدید هایی که از زندان اوین میشه برای مقامات با آنچه که در زندان میگذره کاملا متفاوته. حتی تصاویری هم که همین از اوین منتشر شده گویای همین قضیه است. از اون طرف نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس همین حرفایی که تو گفتی که اینو مربوط کرده این ویدیوها رو به اسرائیل، یه چیز دیگه هم گفته که گفته هنوز برای من ثابت نشده که زندانیان شکنجه میشن، دلیلی برای شکنجه وجود نداره، طبق قانون اساسی هم شکنجه در ایران ممنوعه و بررسی‌های ما نشون میده که اصلاً شکنجه‌ای به این شکل و معنا نداره. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که بر اساس اصل 39 قانون اساسی، حد حرمت و حیثیت کسی که دستگیر زندانی یا تبعید شده خلاف قانونه و با کسی که این اقدام رو انجام بده باید برخورد بشه. بر اساس همین ماده 608 قانون مجازات اسلامی هم توهین، فحاشی مجازات داره. یعنی که تمام این ویدیوهایی که ما داریم می‌بینیم، حتی بر اساس استناد حرف‌های زندانیان سیاسی و زندانیان عادی که در زندان‌های ایران رو در سراسر ایران تجربه کردن، شکنجه بارها در موردش صحبت کردن، اینکه حتی کی بهشون میشه، بی حرمتی به خودشون و خانواده‌شون همیشه در موردش بارها صحبت شده. بله، در قانون اومده نباید اتفاق بیفته، ولی به روایت زندانیان داره اتفاق میفته. خب این بحث در کلاب هاوس و شبکه‌های اجتماعی روزهاست که مطرح از وقت انتشار این ویدیوها، اما فعالان سیاسی و زندانی‌های سیاسی سابق در بحث‌هایی که در کلاب هاوس داشتن چی گفتن در این رابطه؟ ببین، چندین اتاق برگزار شده. اتاقی که دیرشب برگزار شد به عنوان شکنجه در زندان‌های ایران با حضور جمعی از زندانیان سابق در کلاب هاوس، ضیا نبوی صحبت کرد به عنوان یکی از کسانی که زندان‌های سمنان و اهواز و تهران رو تجربه کرده و عنوان کرد اون چه در زندان‌های شهرستان‌ها می‌گذره حکایت از شکنجه بیشتر داره. گفت مثلا در زندان اهواز تعداد زیادی زندانی رو دیده بوده که کابل خوردن یا شلاق خوردن، اما این رو در زندان اوین ندیده. این به این معنی نیست که اتفاق نمیفته، تأکیدم کرد که اون ندیده. از اون طرف گفت زندان یک ظلمه، اما در حق زندانیان در حاشیه این ظلم مضاعف اتفاق میفته. بهاره هدایت به مادران زندانی اشاره کرد که برای تمام طول و مدتی که زندان هستن، چه کوتاه چه طولانی مدت، بزرگ شدن فرزندانشون رو از پشت شیشه میبینن و حتی امکان این که با فرزندشون ارتباط نزدیک بگیرن وجود نداره، چون خیلی وقتا اجازه داده نمیشه و این هم مصداق شکنجه است. مازیار سمیعی نژاد که در اداره اطلاعات اهواز بیش از 75 روز انفرادی بوده، گفت در اون مدت در روز فقط 4 بار بهشون اجازه میدادن برن دستشویی. از اون ور تاکید کرد که شرایط نامناسب بوده، تلفن نداشتن و بازجویی های 12 ساعته داشته با چشم بند، که این هم جزو قوانین ایرانه که خلافه ولی اتفاق میفته. یه اتاق دیگه برگزار شد با عنوان افشاگری اوین و حقیقت زندان ها. مهدی حاجتی که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده و مدتی زندان بوده، اشاره کرد به اینکه خودش به عنوان یکی از در هر حال نماینده ها رفته بوده، عضو شورای شهر دیگه رفته بوده زندان بازدید کنه. میگه اون چه که بازدید کرد با اون چه که خودش چند هفته بعدش به عنوان زندانی رفت، دو فضای مختلف بود. تاکید داره که همه چیز در بازدید مرتبه، اما وقتی تو به عنوان زندانی میری یک شرایط دیگه ای رو تجربه میکنی. ممنون. خیلی ممنونم. میدونم وقت نداری، بحث زیاده. مرسی هستونی که حالا حتما در بخشای بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. نیکی محجوب همکارم اینجا با من بودی.